سلام سلام شبتان بخیر بیننده‌های عزیز، امیدوار هستم خوب صحتمند و سرحال باشین و یک سلام خاص خدمت تمام دوستایی که باغ دارن، گل دارن، گلداری و باغداری را دوست دارن و به دوستایی که بسیار زیاد دوست دارن که بچه‌ها میگن گلباز، سلام مجدد و خاص. و موضوعی که امشب انتخاب کردیم گلداری یا گلبازی هست. دوستایی که گل دارن، باغچه دارن، دوست دارن از گل‌ها نگهداری کنن. من فکر نمی‌کنم تو آدمی پیدا شود که بگویم من گل را دوست ندارم یا سرسبزی را دوست ندارم یا از گلی خوشش نیاید. اما خب فقط این میزانش یا میزان علاقه یا شدت علاقه باز فرق می‌کنه. بعضی‌ها بسیار زیاد دوستش دارن، مثل کفتربازی یا کبوتربازی. همه که کبوتر دوست داره، ولی بعضی‌ها خب شدیداً علاقه‌مندش هست، دوست دارن نگهداری کنن، داشته باشن از هر نوش. گلداری هم همه قسم یک موضوع است. کلا ما دوست داریم، ولی بعضی‌ها سرش سرمایه‌گذاری می‌کنن، دوست دارن داشته باشنش و وقت بسیار زیادی برش تعیین میکنن که از گلها نگهداری کنن، گلهای زیادی هم داشته باشن. متاسفانه موضوع گلداری است. قرار بود یک گل تازه ما سر میز داشته باشیم، خب نرسید تا به حال. شبم بود، دیر شده بود، گل تازه ما نرسید. فعلا با همین گل خشک ما، گرچه هم مقبول است، خب به هر حالش اگه می بود بهتر میشد. رامین جان نیست، شاید رفته که بیاره، شاید، البته اگه به ازدحام نخوره. قبل از اینکه مهمانم دعوت کنم، بیننده های عزیز، یک گزارش داریم از سطح، از یکی از ولایات. ببخشین بریم ببینیم که در ولایتی که همکار ما رفته و گزارش تهیه کرده چه خبر هست از گل و گلداری و باغداری. سلام، وقت شما بخیر. میشه که به بیننده های تلویزیون طول خدا معرفی بکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم غلام جیلانی، از ولایت غزنی، یکی گلفروش های ولایت غزنی من باشم که در حدود 50 سال میشه که از من مسلک من می گل و زراعت و نیال و این چیز هاست دیگه. میشه که در مورد گلخانت معلومات بده، در این گلخانت چه قسم گل ها وجود داره؟ هر نوع گل بخواید تقریبا در حدود 50-60 نوع گل فعلا اینجا ما موجود داریم، گل های مختلف دیگه. این گل که گفتن میشه که معرفی بکنن از کدام منوع گل است؟ اینمی گل که فعلا در دست ما تیره به نام گل دیلیا مگه، اونو دیگه گل که سر به نام گل زینیا مگه، به نام گل کینا مگه، فهمیده؟ اونو گل اصلا در پشتو گل مراور مگه، در فارسو گل شرم عروس مگه، قرناس مگه، گل قندیل داریم، گل اینا داریم، گل برگ نوای مختلف داریم، گل جیریبه نوای مختلف است دیگه. در نوای مختلف گل بگین اینجا ما داریم که در نوا در نوم که بگی گل است بشیم. با گل بودن چه قصد تاثیرات سر زندگی انسان میاره، به خصوص در زندگی خود چی تغییرات میاره؟ ولات از ما که سر کار ما قد گل است، هیچ کدام غم و تشویش نداریم. یکی دوی من گل خوی تر از برادر در جنت ما باشه، نه گل در دوزخ. گل مگه که ما چارک دینی دارم، بویم ز محمد، رنگم ز علی، حسنم ز حسین، اخلاق حسنی دارم، خاندان پیغمبر خدا رو، تعال و بیت پیغمبر خدا رو چشه گرفته دیگه. که گل در هر جو که دیدم در شان بیترین عالم مگه درود بگوی، اگر بوی مداد، اگر رنگش، هر چیز که خوش، در شان بیترین عالم مگه درود شریف بخواد. در مورد قیمت های گل بگو، یعنی چند نوعی که شما داری کردن، قیمت های جا چندی هست؟ قیمت های گل دیگه از 50 گرفته تا 500، 600، 700، 1000، 2000، 2500، هر رقم نوع گل هست دیگه. تشکر بخیر. از شما هم تشکر، لطف کنید دیگه. برادر میشه خدا به بیننده های تلویزیون طول خدا معرفی بکنه؟ حافظ الله از ولایت غزنی. حافظ الله جان، خودت آمدی به خاطر خریدن گل، چه قسم گل دوست داری؟ من خودم گل خوش شوق از گل مرسل زیاد دوست دارم. با گل بودن چه قسم برتون خوشایند است؟ با گل بودن خیلی زیاد خوشایند است، من خیلی زیاد خوشحال میشم با بیالی خود در گل ملک میشنم دیگه، خوب طبیعت ما صاف میکنه، خوب خوش باشم. شاید در وقت تفریح خودت مصرف گل بازی باشه؟ راستیست، ما نماز صبح که میکنم از مسجد میام دیگه، بازم گل دم گل و گل بوته خود دست میزنم و میرم جور میکنم. از بعضی کسا پرسان میکنم، از کوکو پرسان میکنم، با زیاد میدنم دستک میزنم چی میکنم. مصروفی هم گل هستیم. تشکر بخیر. زنده باشید. تشکر از شما. دوباره خوش آمدین. گزارش رو هم دیدین و مهمان عزیزی داریم، خانم زهرا رحیمی، استاد دانشگاه هستن و از جمله خانم هایی هستن که گل و گلداری را زیاد خوش دارن، باغ دارن،
گل دارن و بیشتر نگهداری میکنن. گرچه من فکر نمیکنم استادای دانشگاه زیاد که گل و گلداری جور باشه، به خاطر که اصلا وقت نمیمونه برشون، حوصله نمیمونه. شبتان بخیر. شب شما بخیر. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز و نازنین تلویزیون طلوع در سراسر دنیا. تشکر میکنم. گفتم استادای دانشگاه زیاد گل و گلداری رو خوش ندارن، گرچه بسیار گلای مقبول هم دارن. شاگردایشان کلش گلایشان است، نه اساسشان هم خراب میکنه. خب خیره. خب بله، وقتی که آدم به وظیفه مصروف میباشه زیاد وقت نداره به طبیعت بپردازه، اما رسیدن به گل و گیاه و داشتن تفریح سالم هم برای جسم خوب است هم برای روح است. اما پرورش گل و گیاه و بودن در محیطی که گل و گیاه هست، سرسبزی است، سبب از این میشه که اما روح خسته ما زمانی که از وظیفه برمیگردیم کمی تازه شود و خستگی ما رفع شود. من بیشتر هم گفتم خانم رحیمی، همگی گل را دوست دارن، همگی گیاه ها را دوست دارن، ولی خب شدت علاقه یا میزان علاقه باز در هر فرد متفاوت هست. اینا شما شاید شدت علاقتان فرق کنه، زیاد دوستش دارین یا کم؟ بسیار زیاد دوست دارم یلدا جان، بسیار خوب است، چون تجارب در زندگی انسان ها ثابت ساخته، همچنان در زندگی فردی خودم، که سر و کار داشتن با گل و گیاه، با سرسبزی، با گل، پرورش دادنش، حتی با خاک وقتی که آدم سر و کار داره، از زمانی که یک بذر میکاره تا زمانی که او علف شکل میگیره و گیاه، این یک حس بسیار خوبه به انسان میده. به چه دلیل؟ خب پرورش یک زنده جان است. ما هر چقدر که زندگی بشر پیشرفته شده، هر چقدر که تکنولوژی پیشرفته شده، زندگی بشر ماشینی شده متاسفانه، و سر و کار داشتن با حیوانات، با انسان ها، با نباتات بسیار خوب است. نباتات به چه دلیل خوبتر از دو کاتگوری دیگه است؟ به این دلیل که اگر ما انسان خوب باشیم یا بد باشیم، رفتار نبات با ما هیچ وقت بد نمی باشه، همیشه خوب است. اما اگر با انسان اگر ما بدی میکنیم، دوباره امکان داره بدی کنه، و اگر با یک حیوان حتی ما با خشونت رفتار کنیم، حیوان امکان داره عکس العمل متفاوت نشان بده. اما نباتات موجوداتی هستند که زنده هستند، اما یک انسان خوش اخلاق یا بد اخلاق زمانی که با او سر و کار داره، از نبات فقط خیر و خوبی میرسه به انسان. یا مثلا زیاد تحمل میکنن، یا ای که با بی تفاوتی رسیدن هیچ برشون مهم نیست چی کار میکنی. بسیار متحمل و بسیار بردبار هستن. حتما زندگی آپارتمانی روزها متاسفانه باعث شده که از گل و گیاه دور باشیم، و شاید شما احساس کرده باشین، شما بیشتر با گل و گیاه در ارتباط هستین. هر قدر که ما از سرسبزی دور می باشیم، گل و گیاه دور می باشیم، یک رقم امی دپریشن ما، افسردگی یا استرس ما بیش از حد میشن. و بعد برای مثلا تفریحی یا جایی میریم ولایات، میریم یک پارک، حس بسیار خوب به ما دست میده، بخاطر هم گلا و سرسبزی های دور بر ما. دقیقا یلدا جانی، بسیار خب. ای از نظر علمی تحقیقات هم صورت گرفته، نباتات اکسیژن تازه آزاد میکنن، و اکسیژن تازه برای کارکرد مغز ما بسیار خوب است. زمانی که ما دچار استرس و استراب میشیم، تمام فعالیت های زندگی مختل میشه، درست فکر کردن نمیتونیم، بیخواب میشیم و عصبانی هستیم، دنیای اطراف از ما آسیب میبینه اگر عصبانی باشیم. اما ای که ما در محیط سرسبز باشیم، تنفس کنیم در اونجا، یا غذا خوردن ما از طرف روز مثلا در محیط سرسبز باشه، زیر سایه درختان باشه، خصوصا اگر هوا بسیار خوب باشه، مثلا یک نسیم ملایم هم بوزه، و اگر یک دریاچه هم در کنارش باشه، خب باز بهتر. بله دیگه، یک شعرم که یاد داشته باشی. واو، صحنه بیخی رومانتیک شد، مخصوصا اون دریاچه که حالا از ذهن ما تیر میشد. بله، صدای آب، اینا عناصر طبیعت همیشه استراب آدم را گم میکنه. چرا؟ آدم به اصل خود نزدیکتر میشه. اصل ما طبیعی است. خب ما روز به روز گفتم مصنوعی شده میریم با رفتارها، با دنیای اطراف. ما زمانی که به اصل و به فطرت خود برگشت میکنیم، باز حس خوب دست میده، حس تازگی، مثل حس طفلی که هیچ غمای روزگار را نمیفهمه، و اگر میفهمه هم عین خیالش نیست. ما هم وقتی که به سرشت خود پس برمیگردیم که دنیای طبیعی هست، چه کسانی که حتی در نگهداری حیوانات باشه، البته نگهداری حیوانات یک کمی ریسک های خود را هم داره، به خاطر از اینکه از نظر بهداشتی باید مراعات شوه، اما نگهداری حیوانات هیچ نقصی را تا هنوز به انسان نرسانده، و این بسیار خوب است و مطمئنا که ضد استرس و اضطراب هم عمل میکنه در زندگی. گل با گلدانای ما هم رسید، لطف کردن آوردن، مهمان رامین جان آوردن. بعدا در قسمتی که رامین جان با شما خواهد بود در برنامه، شما گل و گلدانا و گیاهایش خواهد دیدین. از امیال استاد زهرا موتو میتونیم یک گلدان انتخاب کنیم و بعد از اینکه برنامه تمام شد یکی از گلدانا رو بگیریم. اوه چقدر خوب. بله، مهمانای ما هم که باز سر چی گیر میمانن؟ نه نمیگن. بله. از اون طرف ما طرف بعد بعد سیل دارن میگن ما گلدانا رو نمیدیم.
دوستای کلیپی آماده کردن. من نمیدونم خودتان گرفتین یا کس دیگه گرفته از داخل حویلیتان هست، با اجازه. اگه خودتان در جریان نیستین پس با اجازه. و از امو گل و گیاه و امو قسمت هایی هست که شما سرسبز کردین و دوستش دارین. آماده است؟ بریم ببینیم. دوستا آماده است؟ بریم ببینیم بیننده های عزیز. درخت چی هست؟ سیب است. خواه بوی سیب یک رقم ببینیم. آمدم یاله نرسیده بود، اگه نه یل دو جان می آوردم برتان. ام ترشک ترشک مزیش بیشتر بودا. اینا رو درخت های جارو نمیگن؟ میگن بله. درخت های جارو؟ بله درخت های خواه. چون حولی بسیار زیاد بزرگ است. یک قسمت حولی البته ترکاری کشت بود، یک بار برداشت شده. مولی سرخک؟ گندنه، کاهو، تراتیزک. آه تراتیزک. بله من تراتیزک هم زیاد خوشدارم. اینا رو میگه کاش گورم میآوردم. زهرا میفهمی حویلی تان خب؟ مرا یاد کدام روز انداخت؟ یاد روزی که ما از ایران آمدیم. اولین روزی که از ایران آمدیم داخل افغانستان و من شاید 5 ساله بوده باشم، شاید 4 ساله بوده باشم و رفتیم خانه مادر کلانم، یه مادر کلان مادری. همین که داخل شدیم خب خانه قدیمی بود، گلی بود، بله. حویلی پر از مثلا از این بوتای جارو بود، گندنه بود، درخت سیب بود. برای من کل چیز عجیب و غریب بود چون من تا کمی بزرگ شدم من در ایران بودم. بله. چشمم باز کردم من ایران بودم دیگه و برای من بسیار جالب بود، بسیار عجیب و غریب بود کل چیز. حتی او بوی هنوز هم در دماغ من همه همیال حسش میکنم، بوی همو سرسبزی و گندنه و اینا. حالا که من حویلی خودت دیدم دقیقا من رفتم ده همون روز اولی که من از ایران داخل افغانستان شدم. خیلی خوب است، حس مثبتت من براتون دادم. آه مثبت بود، مثبت بود. بله وقتی که باران میباره محیطی که سرسبز است و حولی که خامه باشه کمی قسمتی از حولی خامه هست، باز بوی خوش خاک نم خورده، بوی خوش علف تازه شده، درخت ها برگایشان شسته میشه. البته در کلیپ فقط درخت سیب بود اما درخت دو تا درخت آلو هست. آلوچه بسیار بزرگ هستن و پر از میوه هستن. بله اونا رو نگرفتن که ما نظرش نکنیم، به هر حال دستون درد نکنه. تشکر که امشب تشریف آوردید خانم زهرا رحیمی و از صحبت های با شما واقعا لذت بردیم. تشکر. تشکر از شما بیننده های عزیز هم، مخصوصا شما بیننده هایی که گلباز و گلدار هستین. امیدوار هستم که از گلهایتان به شکل مناسبش مراقبت کنید. وقت به. به ادامه برنامه امشب خوش آمدین. خیلی خوشحال هستم که در کنارتان هستم با جمعی از گلا و یک گلم مهمان ما هست. سلام شبتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام شب شما هم بخیر، شب بینندگان هم بخیر. سلامت باشین. جناب همایون فروتن شخصی که هم در بخش گلوگیا درس خوانده مسلکی هست و همی که کار زیاد کرده. چند سال کار کردین در بخش گلوگیا؟ در بخش گلوگیا از ما به شکل میراثی مانده. خب از پدر پدر کلان بله. مانده. از پدرم تقریبا 50 55 سال میشه که اسمش است. از ما تقریبا 20 22 سال میشه که زیر دست پدر کار میکنیم. اتوگل هست که نشناسی؟ شاید باشه. بله هم هست؟ بله ها. خب یعنی هنوز هم مطالعه میکنی که گلای نوا بشناسی؟ بله ها. گلای در افغانستان داریم تقریبا از خود افغانستان است 20 25 نوا است که زیادتر فعلا از حال از خارج ما آمده. در افغانستان تقریبا فعلا در افغانستان ما بیش از 200 نوا هم داریم. خب خب گل خود ما داریم که بخوایم صادر کنیم به دیگه کشورها؟ بله ها. گل به حد داریم در افغانستان. بدبختانه که ما صادرات نداریم از گل. چرا؟ دلیلش چیه؟ واردات زیاد داریم ولی صادرات نداریم. دلیل یعنی ما اگه بخوایم که صادر بکنیم دلیل چی است که نمیتونیم؟ صادر درا خراب میشه یا اما امکانات داریم ولی صادر کردن نمیتونیم چون به خاطر مملکت های کشور امانگی نداریم. صادر کردن نمیتونیم بخاطر مقصد بازارش خوب میتونه شوه اگر بله بله تقاضا میتونه زیاد شوه. بله خیلی خوب خیلی خوب. چند نوع گل با خودتون آوردین؟ گل می پلاس در تو ولاریم یا گل می پلاس در تو ولاریم یا گل می واخله یا گلدانه پوز مکولم وجوگی او بدر تروړم صاحب در تو پخوم یا رزم در سرا خانه دی وران شجوگی اینا گلدان اصلا ای که از ای گل باز است. گل باز است. آه ما که استم گل یار استم. نام خدا. خیلی خوش آمدی با برنامه بان. گلتان هم بانه نمیجا امیجا بشینین که من از خودتان هم خیلی سوال پرسان کنم. آبد صاحب برقم سوال که پرسان میکنی ده باری گل ده باری ده زیزی درخت ده باری
کوشش کو دباری حیوانات پرسان نکنی دباری نباتات پرسان کو جواب استم ورورت what is this this a black boy میشینه خیلی خوش آمدید خوبم سی فروتان سن جان جور است شکر بخیر باشی سلام باشی سوال اینجا بود فروتان صاحب گل آدم چهره کدام از یاست گل آدم چهره است گل فصلی است خام که یک فصل گل داره فعلا نظر نداره از گل چیز کجاست گل سگک که تو دانشواز میشه بله. بسته میشه گل سگک میگوره نی؟ بله آبا جانو آماز از او آماز؟ بله آماز خب فیلن در برنامه نداریم یک گل شرمندوگش همی است بنام دون تچمی یا ناز آروس میگن دون تچمی یعنی مرا لمس یعنی لمس نکو باز در افغانستان بنام ناز آروس میگن ایده ناز آروس بله باز باز ما کو میده نایره به در گل شرمندوگ گل شرمندوگ من میخوایم میره یک دفعه تجربه کنم دست کو خدا جمع میکنه خب بله خب این گل شرمندوگ است نو تچ است خب اونو جمع کرده رو ایستا اولا ای دون تچ می است نامش خود دکه بودی چه بیخید برگاش بیخید میفته پایان نه دیگه برگاش نفته نه نمیفته بابت صاحب برگاش نندازی مقصد نه ای از او گلای شرمندوک نیست تک زیاد زیاد شرمش نمیه گل ای گل چشمیغه در این فصل کدام گلا زیادتر هم رویشش خوبتر است هم تقاضا زیادتر است مردم میخرن در این فصل بیشتر فرموده ابو صاحب می گل سگک است و بنا منتری میگن گلای فصلی است حنا است نازبو است آدم چهره است بنا فلاکس است بربینه است گلای بیشتر زیاد داریم داوودی است یا کل گلای فصلی یاد میشه یعنی با فصل بیرونی کار میدین یک نکته که بسیار مهم است در بخش گلوگیا که اکثر کسا یادم ندارن اما انجامش میتن قلمه کردن است او یک طریقه خاص داره بله که بله. کدام گیاه چه رقم باید قلمه شود بله. فکر نمی کنم یک نوع باشه نی انواع مختلف داره قلمه فرق میکنه خام چند نوع قلمه میشه قلمه اوی است قلمه در خاک از غرس میشه اگه امشب بخوایم به ما یاد بتین از کجا باید شروع بکنیم چه رقم عابد صاحب هست اول تشریحات بده که مثلا قلمه را چه قسم میکنیم بله. چه قسم قیچی میکنیم چه قسم باز قلمه که کپ که گرفتی او را چه قسم میمانیم خوب بس وسایلش خاص بشه اول تشریح باز بعد از اون خرب 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 ترپ شرب ترپ آمدی خب اون میز ما برتون بانم یا عمو تو کار میکنین چطور میز که باشه بهتر از عابد صاحب چطور کدام میز این میز بگیرم میز که اینه میگه قلمه کنش کدام گیاه رو برتان بانم در اونجا به خاطر قلمه کردن؟ اینه میده بانم سیزه بزن قلمه در مجموع ما از کلش میتونیم قلمه کردن خب یک از می اگر میخوایی که بسیار خوب فوق العاده قلمه کنی دیگه از پارچی استفاده کن اوکی انرژی داشته باشی انرژی داشته باشی اگر میخوایی خوب قلمه کنی از پارچی استفاده کن هم برای اعصابت خوب است هم برای نگاهداشت خوب است هم برای حافظیت خوب است هم برای قواریت خوب است امیر اگر خوردی پارچی رو میبینی در خانه که داخل جو کسی نمیشناسد مجبور است تذکریه تو نشان بده اینقدر سرحال هستی کدامش ای گیارم گفتین بیارم یا نه ضرور نیست تو ضرور نیست میشه که از کلش استفاده کردن میتونیم قلمه هم یک فقط یک نمونه شم کار بکنین به ما کافی است فرمودی آبت سه گیرمت پایان بارم به خواهشان بکن خواه آبت صاحب دیگه خودتا ماستینه ایتا بر بزن نگه که محکوب کرد فروتن صاحب ما قلمه تقریبا از هر نوع گل سایز داره 10 الی 15 الی 20 سانتی ما قلمه کردم بیتون خواه همی گیاهی که ما فعلا در پیش رویتان هست چند سانتی باید قد شود؟ از این هر چقدر کوتاه‌تر باشه رشد بهتر داره 10 الی 15 20 سانتی 10 سانتی اگر بگیریمش خوبتر رشد میکنه 15 اگر بگیریمش خوبتر رشد میکنه 20 اگر بگیریمش باز رشدترش جدیتر میباشه خیلی خوب خب عابد صاحب خودت قطع میکنی؟ بله خاطر ازی که با بسیار تجربه دارم و از فروتن بیخی خوش کش نکنی نمی کنی خدا تجربه عابد صاحب خوب سایی که اینه فروتن صاحب اینوی سیست نه؟ آه سیست جان تشکر عابد جان این حالا برد نان نشان این به نام گلبرگ عربی یاد میکنن باید آبو جان این برگای اینا شا قطع کنیم او برگای خورده که در پایین است برگایش قطع بشه؟ اگر برگایش قطع نشه بازی روش نمیکنه بخاطر زور و طاقتش بازی برگ بگیره بله بله او که کش میکنه باز کامل انرژی رو به برگا میگیره باز قلمه ما روش نمیکنه خشک میشه کل برگایش باید قطع شه؟ بله خاک ما باید نرم تر باشه فقط فکس یک سانتی این اندازه قطع شده به اندازه یک اینچ بله اینچ این اندازه بس امیر صاحب که فروتن صاحب امیر چوخ کدی
و امو یکی داخل شد اگر مثلا دفتن او باشه او بتیش او باید بتیمش بله باید بتیمش ضرور است ضرور است بله این این فر اصلا میشه تیار او مورد و بله بچای به شرط خدا آبا جان خام آماده است کل کار اینه که کدام وقتی قلمه را کندی باز دگه دگه گلدان چخ کدیش امی که چخ میکنیش دفتن او بتیش خاکت نرم باشه فوق العاده دگه تم توقع کو کی نمی رقم گل گل برگ عربی بر گل برگ عربی خوب د آب میمونن قلمه را یا نه فقط باید خاک باشه از گل برگ هم میتونیم ما آب هم نگهداری کنیم باز گل دیگه ریشه ریشه بکنیم بله قلمه را که خرج کردیم آب باید بتیمش باید جای سایه نگهداریش کنیم هفته باید نباشه و نباشه هم اید نبانیم خوش شوا تا چی وقت در زیر هفته نباشه تقریبا ده روز ده روز در سایه باشه ده روز تا سایه باشه مکمل هفته باید نگریش نور هفته باشه سیز ده هفته مستقیم باید نباشه و هیچ وقت نبانیمش که نمش از بین بره اگه نمش از بین دفت امور روزی از بین خیلی خوب خیلی خوب این قلمه کردن ایگیا رو ما یاد گرفتیم امیدوار هستم که دوستان علاقمندیشان زیاد شده باشه به گل و گیا و استفاده بکنین حتما به جوان ماندنتان خوب است بله. اگر میخواین که جوان بانین و میخواین که وطن ما سرسبز باشه میخواین خانه که زندگی میکنیم سرسبز باشه در کدام میمان خانه که شش تو برخاز داریم سرسبز باشه گل را فراموش نکنین یک جهان یک جهان از فروتن سب خداوند فروتن سب خیر و برکت بده فروتن سب میاره کالایش واسکاتش بوتش کلش گل بوی است خوی اعلانات از گلوگی ها بوده از پروتن سایی نیاز بود تا بسیار تشکر از اینکه آمدین به برنامه خیلی خوش شدیم استودیو ما رو چقدر زیبا ساختین شما ما حتما یک گلام از شما خریداریم در خدمتتان هست بسیار تشکر اگر پیامی هست کوتاه به بینندگان بگید کنم پیام خاص نداریم گل همیشه زیباست باید دوستان گل نگهداری کنند با روی روانشان خوبتر است تشکر از شما شبتان خوش رفت و برگشت کوتاهی داریم برنامه امشب ادامه دارد دوباره خوش آمدین در بخش چیگپا هستیم و بریم ببینیم که چیگپا است. بله یلدو جان گل ها در کل با اینکه عمرشان کم است اما میتونه که بسیار باعث خرسندی و خوبی در زندگی ما شود. امیده بخش چیگپا مطلای موتو زیاد میایی اما یک مطلم آمد. مطل یادت آمد بگو. میگه که خودت گل باشی عمرت نی. حالا اونو گفتی عمرش کوتاه است. این بسیار رب نیخورد به گپ من. عمرش کوتاه بود. اما تاثیرات بسیار خوبه داره با اینکه عمرشان کوتاه است چه تاثیرات بر روح و روان انسان داره ما چند مورد میخوایم بخونم اولینش تاثیر گل و گیاه در دوری از غم و اندوه است اگر ما زیاد ناراحت باشیم بعد گل ببینیم چطور میتونه که دما یک حس دگرگونی ایجاد بکنه یعنی حس ما را تغییر بده تحقیقات ثابت کرده که خریدن گل کاشتن گل و به طور کلی حتی دیدن به گل باعث برانگیخته شدن احساس شادی، آرامش، تراوت و مثبت اندیشی میشن و غم ها را دور میکنن. چقدر خوب است نه؟ وقتی صبح بیدار میشیم در کنار ما یک گل باشه که حداقل ببینیمش و بعد از او کارهای خودم را شروع بکنیم. بله، وام که علاقمند گل زنبق و خودت؟ گل زنبق، امی گلای رنگ بانجانی رنگش. اول صبح وقت یک بوی بسیار خوب داره، یک بوی بسیار ولی بسیار کوتاست بوش یعنی مثلا دوامدار نیست یک بوی بسیار کوتاست بعدش خب گل بسته میشه فکر کنم گل زنبق در طول روز بسته میمونه و از طرف شب فقط باز میشه داری در خانه از این گل زنبق؟ نه ندارم وقتی که خرد بودیم کاکای مینا داشتن و هر روز صبح وقت که ما از خواب بیدار میشدیم بوی او میزد به دماغ ما من زیاد دوستش داشتم خیلی خوب و بعد از اون من هیچ وقت دیگه تا به حال بوی گل زنبق به دماغ من نزده پس خوب است حالا بریم یک گل زنبق هم داشته باشیم در خانه اگر از بوی گل ما لذت میبریم پس گلایی را بگیریم که هم بوی طولانی تر داره هم عطر خوشایند داره یلا جان دومین خوبی که گل و گیاه میتونه در زندگی ما داشته باشه رابطه گل با کاهش ترسیدن در خواب است یا هم کابوس میگن نه این لغت بله. به فارسی داریم کابوس یا ترسیدن در خواب نتایج به دست آمده از تحقیقات ثابت کرده که وجود گلها خصوصا گیاهانی که با برگهای سبز تیره و مقاوم هستند کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت خواب در انسان می کند به طوری که آن از افرادی که در کنار تخت خواب خود همواره گلدانی از گل دارند کمتر دچار ترس در خواب می شند گیاهان سبز تیره باشه برگهای سبز تیره داشته باشه سومین موردش تاثیر گل و گیاه در یادگیری است کودکانی که در خانه خود یا باغ یا حولی یا باغچه‌ای که دارن اگر گل داشته باشند در مکتب درس‌ها را بهتر میتونن جذب بکنن و بیشتر یاد بگیرن
قدرت خیال پردازی را بیشتر می سازد در فرد. رنگ سبز روحیه شادابی و نشاط را در انسان افزایش می دهد. روابط عمیق عاطفی در بین اعضای خانواده را بیشتر می سازد. یک نکته خوب دیگه، قوه بینایی را هم بیشتر می سازد. وقتی طرف گل می بینیم قوه بینایی ما بیشتر می شه. چون رنگارنگ است، نه رنگای زیاد استفاده شده در گل ها. گیاهان می تواند باعث مبارزه با سرماخوردگی یا ریزش شود. اگر ما ریزش داریم گل و گیاه باشه، اما عطرش باعث میشه که مبارزه کنه با ریزش. و پنجمین موردش این است که گیاهان حجم زیادی از آلودگی کیمیایی که در هوا موجود است را کنترل میکنه. هم اکسیژن تولید میکنه، در کنارش آلودگی های کیمیایی که در هوا است اونا را کنترل میکنه و کاهش میده. بسیار خوب. اما چیگپار حالا میاریم طرف افغانستان، در طرف کشور خود ما. در سالهای اخیر علاقه‌مندی مردم برای پرورش گل در برخی ولایت های افغانستان بیشتر شده. خوشبختانه مردم گل های زینتی را در صحن حولی، گلخانه ها و دفترها گذاشته و نگهداری هم میکنند. تا چند سال پیش یک فروشگاه گل تازه در تخار وجود نداشت، اما حالا تنها در شهر طالقان بیشتر از 6 گل فروشی وجود دارد. تنها در یک شهر طالقان مد نظر گرفتیم. مشتریان این گل های فروشی را به گونه چشمگیر خریداری میکنند و در خانهشان پرورش میدن. تا هنوز هیچ رقم صادرات از گل از افغانستان ثبت نشده. یعنی چقدر ما گل صادر کردیم به دیگر کشورها. اما در چند سال اخیر واردات گل و تخم گل ها از خارج از کشور به داخل افزایش داشتن. بیشتر وارد کردیم. خب بخش واردات خوب است. واردات البته تخمش بوده، اینجا پرورش دادیم. این هم نکته خوب است. نکته خوبی است. بخش اعظم گل ها در گلخانه ها نگهداری میشه، ولی کاکتوس، گل عطری، جیریبند و چند نوع گلبوته دیگر با داشتن مقاومت زیاد در هر فصل سال میتونه پیدا شوه و قابل دسترس است. ما چند تا گلدان جیریبند داشتیم. خدا اعتراف میکنم مثلا بهش توجه نمیکردیم. خب گل نمیداد. هیچ گل نمیداد. فقط اون برگکای سبز سبزش بود. دیگه برش بی تفاوتی میکردیم. خب دو سه زمستان تیر کرد، باور کن که هیچ اونمو چی نشد، خشک نشد. بسیار مقاوم است. مقاومتش بسیار با. آخر به این نتیجه رسیدیم که بیا سعید توبه از امی قبول شد. دیگه بهش توجه کردیم. اونمو گلا تا به حالم هست. چقدر خوب. ولی گل داد باز. خوب است که از امی گیاهایی که حداقل ما اگر وقت نداریم که هر روز به او رسیدگی بکنیم، گیاهایی رو بگیریم که کمک مقاومت بیشتر دارن. چند معلومات را آماده ساختیم که مطمئن هستم از هر کدامش که بشنوی خودت متعجب میشی. اولین موردش، بیشتر از 250,000 گونه گیاه گلدار وجود دارد در دنیا. 250,000 گیاهی که گل میکنن. دومین موردش، گل بدبو. میشناسی کدام گلی که بوی بد داشته باشه؟ آتیکه. یک نوع گل است که ریکارد دارد در بدبویی. گل تیتان آروم نامش است. بزرگترین گل دنیا هست. همکارا عکسش هم انداختن اینجا، شما میتونید ببینین این گل را. بزرگترین گل و بدبوترین گل. به قدر این گل بوی بد داره که به جنازه انسان ربطش دادن. یعنی وقتی یک شخص میمیره همو جنازهش چقدر بوی بد داره. این گل هم تقریبا مشابه همو است. بسیار بوی بد داره، ریکارد داره در بوی بد. خب پس با این حساب گل نیست. و دیگه ای که خب چرا میخواین بکارنش پس؟ خب هست، این بیشتر خودروی است، خودش رشد میکنه، پرورشش میتن. خب در دنیا فقط معیار بوی نیست یا معیار زیبایی نیست. در دنیا اخلاق مهمه و اگه اخلاق میداشت بوی بد نمیداد. نه بس اخلاق هم نیست، بسی است که در دنیا زیاد مراقبت میشه که از هر گونه گیاه باشه در دنیا. بله. هر کدام اگر یک خاصیت بد داره در قبالش یک خوبی هم داره. این گلا فکر کنم در جاهای مشخصی نگهداری میشن پس. دقیقا در جایی نیست که انسان در اوج زندگی بکنه که باعث آزار اذیتش شود. معلومات سومم درباره پیاز گل لاله هست. در قرن 17 میلادی در هلند از طلا با ارزشتر بود. گل پیاز لاله. نه ببخشید، پیاز گل لاله. لاله نمادی از جاودانگی، زندگی و عشق است. به همین خاطر پیازش زیاد با ارزش بود در کشور هلند در قرن 17. نکته چهارم، بامبو نام یکی از گیاهان است. سریع ترین رشد را در بین گیاه ها دارد که میتونه در یک روز بیشتر از 1 متر رشد بکنه. همین گیاهی که شما عکسش هم میبینید اینجا در یک روز 1 متر رشد میکنن. این ریکارد داره دیگه. پانداها هم فکر کنم بیشتر بامبو میخورن. کیا؟ خرسای پاندا.
شاید من همیشه با پانده ها دیدیم ایگیا را. چون من دیدم همون رو گفتم پانده را با ایگیا دیدیم. خب ایگیا را با پانده ندیدیم. ایگیا را با پانده ندیدیم چون یه حرکت نمیکنه. پنجمین مورد و آخرین موردش رافلزیا هست. یک دفعه دیگه هم تکرار کردیم. ایره به خاطر خنده کردیم که همه گیاه بسیار سخت بود. وقتی خواستیم نامش رو بگیریم سه دفعه تکرار کرده بود. گفتم من خود برنامه هم سر تکرار میکنم. چی هست؟ رافلزیا. این دفعه اشتباه نمیشه از پیشم. نه امید جان افس کرد یاد گرفت. به اندازه یک متر طولش هست، بلندیش هست و به عنوان بزرگترین گل دنیا شناخته میشه. همین گل یک متر است، بسیار زیباست، اما بزرگترین گل دنیا هم شناخته شده. ما گیاهای گوشتخوار هم داریم. بله او رو نخواستم بگیرم که دوستان نترسن. گیاه مقصد هست، گیاه گوشتخوار هست، پشخوار هست، حشرخوار هست و چیزای جالب است. یعنی گیاه ها هم اگه آدم جستجو کنه چیزای جالب تری بینشان پیدا میشه. من یک گیاه رو دیدم که حتی موش میخورد. تا یه حد مثلا گوشتخوار عظیم الجثه داشته. یعنی عظیم به خاطر گفتم که گیاه میتونه او را حتی موش هضم بکنه. خب بده این وقت شب در موردش صحبت نکنیم خیر است. چیزای خوب خوب صحبت کنیم. مثلا گل تمام بابونه. چیزایی که من گرفته بودم خوب خوب بود. خوب بود. من این فهمت رو یاد کردم. یک دفعه یادم آمد دیگه. به مو خاطر من نگرفتم. خب میان برنامه کوتاه داریم. در ادامه برنامه امشب ادامه داره. با ما باشید. हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारी बिना همسایه؟ آیا؟ چطور هستی؟ خوب هستی جان جور؟ صحت داری بخیر باشی باش؟ دبت خوب هست؟ بیادر قندم که موجه کفتر ملاقیم همی تو راف فکرت هست؟ همی تو ملاق زده راف معلوم نیست که بیادر هی! ها! 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 باش که یک چیز چای بتو باش یک گلاس بخوایم؟ نه چای نمیخورم چای نمیخورم چای نمیخورم چای نمیخورم چای نمیخورم چکلیت کو میخوری چکلیت بعدر خندم دین روز بعدر بودونه را در جنگ انداختم فهمیدی بودونه بودونه را در جنگ انداختم خود بودونه یک دفعه بعدر خندم یک بودونه مخ اعصابش خراب شد همی اعصابش که خراب شد بعدر خندم ما را دندان گرفت فکرت است که دندان گرفت بعدر که میترفش سر کردم گفتم چرا دندان چرا دندان گرفتی لاتش چی است بودونه سر ما سر کرد گفت خیر است یک روز باختیم یک قبر ما بد سیل میکنی بازونم بود که بیادر قندم ما رو خو میفهمی که گندم ما بیادر قندم سر خدا خم کنه درو میکنه مشنی اما تو بیادر قندم بدیدی که بیادر حساب خراب بود بدونرم سرش بریدم تو هیچ گپ نه میفهمی هم شایا اینه می دست تو که اجازه بده تو عقل نداشتی مرا تو چی اد اجازه بده تو گپ نه میفهمی که بیادر قندم گروپ ټانګه بگیرم گروپ ټانګه ته می خود کلی داخل شوم تقریبا من یک پخته بر مغز پیدا کنه نه میتم خب معلومه است تو خو بیخی سه که کان مغز است بیخی اینه می دست تو زندان بودن است اینه دست تو که است زندان بودن است صدها بودن در دست تو جان نداد نه جان نداد جان گرفته جان گرفته تو نه جان گرفته در دست اینه می آره ای چی هستی گل ای چی هستی گل ای چی مانا داره گلبازی بسیار یک صفت خوب است همسایه کسی که کده گل است او ثواب میبره سعی کن اونو گل نازبوز اینی گل نخربوز یه امی گل یه سعی کن امی هر گلت که هست نی امی هر گلت که بیادر خنده ما گل نازبو میگی گل نخربو میگی یعنی اینه میره سعی کن بیادر اینه می گلت است خیلی کن ای چی مانا داره ای چی یعنی چی چی هست اونمو هست تو اونمو هست تو اینی گل آدم چهر است اونو گل دوست چهر است خوب انتخاب کرد اینی گل دوست چهر است هست اونمو رو برد اونمو رو ببرد دیگه گل دوست نزنی بچه نکو گپا گوش کو گپا گوش کو اینی می گل است این گل چی مانا داره آره به ادری قند ما چی است چی است چی است چی است گل چون جون مرگ میکنی تو چی است چی است سیکو سیکو کاناری دست تو روز نداره کاوک دست تو روز نداره کانری خداوند برای آزاد بودن آفریده برای زو بال داده که او آزاد باشه آزاد زندگی کنه ابی تو چه کاره گورو دمای قفس میندازی از فریاد از لذت میبری
اینمی تو چیکاره؟ اینمی گل باید داداش ثبت کنه، اینمی گل باید داد بیابان ثبت کنه، اینمی گل باید کند باید داد باغ ثبت کنه. تو چیکاره که تو گل آوردی دخانه خدمت شکایت نمیتونی، آو آوردن نمیتونی. تو خدمت اولاد داد کدنا نمیتونی. این خدمت کار داره، این ضرورت کار داره، آو کار داره. بدون دارم خدمت میخوای خدمت شم. سیکو کفتره، سیکو کفتره، سیکو ملاقی ای، اسبی ای، هر 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 سیکو کفتره، کفتره سیکو. این حالا ساعتی ما تیرست پرنده سک بیادر خنده ما یک دوسری چه دانه شقید کنیم؟ نه امی تو چی کارا که کهو که میاری اونجا بندی بیکنی؟ امی تو چی کارا چوتو برای خود اجازه داده که سگ در زنجیر بسته میکنی خوب که عصبانی میشه بازی کرده اگه سگی دیگه جنگ میتی لذت میبری؟ این چی کار هست؟ امسایا تو چی کارا که بیادر خنده ما گل برای ما کشت کدی؟ فکرت هست؟ تو چی کارا نامه تا بیادر خنده ما گلیار ماندی؟ فکرت هست؟ تو چی کارا تو گلیار تخلص تماندی گل گل بسیار خوب چیز است اولاد که اولادت که اولادت است تربیت میکنی یک جای میرسانیش مگر یک روز تو را تنها مانده میره اینی گلا تا که تربیت کنی تا که فکر برش باشه تا که خودت خزان نسازی خزان نمیشم این شکل تو است سیکو بیادر قندم گلیار سیب سیکو اینمی گلیار سیب قربان قد قوارید چوم اینمی گلم بیادر قندم زمستان آمد خشک میشه میره و من الله توفیق صحیح نگاه کده نمیتنیش گل صحیح است که مثل اولاد تو ایریاس اولاد تو ایریاس مگر ما تا اندازه ای که خبر دارم تو بسیار یک آدم چیز هم هستی که بیادر گل کشت میکنی زراعت میکنی باز مفروشیش یعنی گل فروختن خاک فروختن بیادر قندم زمین فروختن خشت فروختن کلش یک چیز است بره بره بخی بره بره کمسه بره سگ باز بودن باز مرغ باز چهار ای میشه ای تو آمده مرا نصیحت میکنی دیگه این ما اولش تو بکده که کی دستای چی کی دستای که کسیف مردار ده گل دزدی برک 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 میشه ناکو برک بخور که گل دزدی فرق کنی برک برک ناکو 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 ای ناکو ای تشکر که تا این دم بیننده برنامه خودتان برنامه امشب بودین و امیدوار هستم لذت برده باشین بریم به سطح شهر با گزارشی که همکار ما آماده کردن ببینیم سطح در سطح شهر شهروندان ما یعنی شما نظرتان در موارد گلداری و باغداری و گیاه ها چی است؟ سلام وقتتان بخیر سلام علیکم خوب هستین خیلیتی سر شما بخیر بدن سلامت بخیر میشه دبتا داخل معرفی کنم سید اکرم هاشمی هستم باشنده کابل زمانم نواز ده تخلص می خبره ده اوس محل په کابل کې ژوند کومه مصطفی نورستانی هستم باشنده کوچه گلفروشی شهر نخ اسم من مشتبه یک تن از کارمندان نایه هفتم مصروف چی کار هستین؟ یکی از دکاندارای کوچه گلفروشی زخ پلا په حفظ مراقبت ریاست کې برحال کارمند یم کاروبار آزاد خو شغل شیرینی پزی داریم کلچه پزی کلچه و کیک و دا پالیش دا تربیت بدنی ترینر بخش از ورزش هم هستم مصروف دلیوری هستم از گل و گیاه بگین چقدر شما به گل و گیاه علاقه دارین ډیر خوکلی موضوع ده او ګلانو سره باید ټول خلک مینه ولري ځکه چې ګل هغه څه ده چې زموږ په ژوند کې مهم رول لوبوي ګلان چې دي زموږ د ځمکې ته ښکلا ورکوي ګل به ګیاه ښکلګي علاقه داره سرسبزي است یک آرامش میبخش آدم تازگی لذت خسته باشی سر ګل سعی کنی راحت میشی آرام میشی چیز احساس خوشی میکنم به گل با گل گیا بسیار زیاد علاقه دارم من خودم گل بسیار دوست دارم چون که در کوچه گل فروشی هم هستم 100% ما به گل و گیا و سرسبزی علاقه مند هستیم در خانه گل دارین و خودت بیشتر کدام گل دوست داری؟ در خانه گل داریم ما یک چند نوع گل داریم یک چند گلدان داریم دیگه گل پتونی گل شابو کورک گلونه لرو رنگ رنگ گلونه لرو او پخپل از چې ما طبيعي ګلانو سره ډیر مینه لرم چې هغه په لرو دختو کې کیږي په غرونو کې کیږي هغه ګلان زه ډیر خوښوم د خانه ګلم نگهداری میکنین دا بیشتر گل گلاب دوست دارم گل مرسل دوست دارم بله یاد خانه بسیار گل دارم هر وقت از میجه گلدانای گل فروشوک تیر میشه ما خودم دو تا سه دونه گل میخرم دیگه گلای جریبند است گلای صدبرگ بگن گلای مرسل دارم چند گل که مشهور است میشه نامش بگیرید گل مرسل گل گیلادون گل فلاکس مریم میخک جعفری گلاب گل دا غټول گل دا مرسل گل دا المریز گل دا گل گلاب است گل زنبق است گل ریحان است گل مرسل است گل مرسل
گل ریحان، گل لاله زیاد مشهور است که در دشتای مزار طرف مزار میده اول بهار چیز میکنن. کدام ویژگی گل ها بر خودت مهم است؟ بوش مهم است، زیباییش مهم است و یا رنگش؟ رنگ و رنگ گل کلش خوبش از رنگ سرختر مردم زیاد خوش میکنن دیگه، زیاد بازار داره دیگه. بوی شبو خوبش است، گل شبو زیاد گلش خوبش است دیگه. مقبولی گل گلادون زیاد مقبول است. و خاص دول ما تا دی گلانو بوی دیر خون رکبی، بوی سره دیر مینه لرم همی از بوی که دمی رنگش بهتر معلوم رونق زیادتر دارد، مردم زیاد خوش دارم رنگ از یه ویژگی هاش هم انبوش مهم است که هم صبح میخیزی یک رقم گل است بسیار یک عطر خاص داره که هم یک رقم لیمو بوی میته بسیار بوی خاص داره و رنگش هم خوب است که میخیزی سونه موسعی میکنی هم خوش میشه آدم سونه گل کسایی کنی هم خودت هم بسیار تازه میشه دیگه، مثل خودت واره همونت گل میشه دیگه. تشکر از حمایت کننده یه برنامه ما. اگر میخواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی سعادتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی درینک را فراموش نکنید. گزارش را هم که دیدیم از سطح شهر بود، شهروندان ما کلگی نظرشان در این رابطه است که همگی ما باید گل و گیاه داشته باشیم. میره فروتن برده بود این رو پس خریداری کردم یلدا جان از پیشش این جوانم خب چند دقیقه ما خریداری کردم گفتم ببرم خانه. خب بسیار جالب بود، خوشم اومد اون جریان مصیبه خریدمش. ما قرار بود یک تاشو مفت بگیرم، چرا خریدی؟ ایره ما وان نزدیم ایره خریدم از پیشش وقتا یک دانه قرار بود مرا بده. خو شاید نگاه کده باشده بیرون، من ندیدم بیرون شاید دیگه، من مصروف برنامه بودم. به هر حال گل مقبولی است و گزارش را هم دیدیم. گزارش من ندیدم چی شد؟ جان خیر است دیگه، خودت ندیدی دیرم. نظر مردم چی بود درباره گل؟ یک نفر پشت گل بره من خودم خلاقمندش بودم گرفتم خریدم. چی گفتن مردم؟ خب مردم همه نظرشان این است که بسیار خوب است ما گل داشته باشیم، گیاه داشته باشیم، نگهداری کنیم، سرسبزی داشته باشیم. بعد اولین کسی هم که میای گلا رو قد میکنه خود ما هستیم. توجه هم نداریم دوباره. توجه هم نداریم. هیچ یعنی انگیزه برای که دور و بر ما سرسبز نگه داریم نداریم. و در این حال میگیم بسیار خوب است. خوب است داشته باشیم. تا از گلدانایی که در بین سرک است گل داشته باشه کندی از گلا؟ نه. کسر دیدی به کندا پیش چشمت؟ والا گلدانای داخل جدول ما اقا خاک خورده و کثیف است. که سالا و ماها شهرداری به او یک توجه نمی کنن دیگه، به این خاطرش کس نمی رو گلار نمی کنن. نه خیلی در پیش خانه ما گل که می شانن اما وقتی که می کنن بسیار پاک است، منظم است، یک هفته دوام نمی کنن. بعد از یک هفته می بینی فقط اونم شاخچایش مانده خود گلار می کنن. اگر در کشورهای دیگه گرم شده اگر در کشورهای دیگه بوده باشی و سرسبزی و گلکاری دیگه کشورها ببینی و دوباره بیای به وطن خودت برگردی واقعا غلطه می خوری که چرا یک کشور دیگه اوقدر گل داره، فضای خوب داره، فضای سرسبز داره اما داخل کشور ما نمیتونه باشه. چرا نباشه نی؟ چرا؟ چون نه شهرداری توجه میکنه، نه مردم توجه میکنه و در این حال میریم از دیگران میبینیم حسرت میخوریم. و کشوری هم که زیاد گل و گلکاری داره که تشبیهش میکنن البته به بهشت، کشور ترکیه است. بسیار گل و گلکاری زیاد داره. ما نرفتیم قصایش شنیدیم. خب. مگر رفتم هالند داری بودو؟ هالند بود؟ هالند نه بود. کشور ترکیه هم می رقم است. خب بله ترکیه هم هست، بسیار گل و گلکاری زیاد دارن. به هر حال بله. تشکر از اینکه با ما همراه بودین دوستان عزیز، امیدوار هستم که شما هم دوست شوین با گل و گیاه، در زندگیتان حتما داشته باشین، همیشه جوان میمونین. بله ما هم براتون اوقات خوب و خوش میخوایم دوستای عزیز، لبتان پر از خنده و شادابی و تازگی گل هایی که دور و برتان هست. حالا ببینید که دور و برتان واقعا گل های تازه داره یا نداره. این قسمی اگه نباشه خوب توجه میکنید. تا شب های بعد، خدا نگهدار.